دهه لوچوبی بالا در همین موضع خوشمنظر تاجیکستان یکی از سرایاندگان معروف حماسه گروغلی عزیز بیگ زیایف زندگی میکند. او شاگردی استاد گروغلی حکمت رضا میباشد. عزیز بیگ سالهای زیاد ده ها داستانهای قدیم را برای مردم ترغیب میکند. بارها در سفرهای خارجی پاریس و مسکو، ژنو، تهران، باکو نزاکت و حکمت حماسه هزار ساله تاجیکی را به عالمیان شناس نموده است. امروز نیز چون عادت عزیز بیگ در حلقه دوستان و خرد و کلان دیهاش حماسه می خواند. داستانهای عبرت بخش گروغلی در دل مردم احساس والای وطن دوستی را باز هم استوار می گردانند. گروغلی هر نظر کبوت هم میکنم. من همه هم جلدو گروغلی هستن. همه من هم جلدو. از نظر کبوت، از زمیر طلبی، از قربان علی رجب و دیگر دیگران. من خودم نوشته گرفته بودم. شخصا خودم در خانه اش رفته زندگی میکردم و از اون نوشته گرفتم. سی دوستان. من هم سی دوستان من در همینجا در سی جلد هست مانا. خوب اون جرایان این نوشته گرفتن ما بسیار عجیب بود. ما روز کار میکردیم، از سر تا بگاه کار میکردیم. هر شب در هر جا توی میشد، معرکه میشد، فقط گرگولی خانه میبردن. چونکه وای تا سهر میخوند. از همین نماز شام سهر میکرد، تا سهر میخوند. مردم میشتند. ما نقشه داشتیم که کتاب ترتیب میتیم، نشر رو بردن میتیم و شو میکنم. داستان گروغلی خب معلوم است که یک سلسله خیلی زیادی داستان ها هست. سلسله داستان ها؟ اپیزود های زیاد دارد. همین از چی سر میشد؟ اولی داستان؟ اولی داستان از تولد گروغلی. آها. یعنی قصه اساسی از تولد گروغلی سر میشد. میتونیم هز گوش کنیم همه؟ میشوام اپیزودی تولدی گروه بودیم میشوام اینو در بودم داستان سرایی این یکی از ژانرهای قدیمی معمول خلق تاجیک می باشد. پیدایش همین ژانر با نام اپوس گرغولی عصرهای 18 است. در عصر 12 در بخارا موجود بودن قهرمان با نام گرزاد با نام پوری گور از این معلومات می دهم. خیلی عنصرهای ایرانی حماسه ایرانی داریم داریم. مثلا وقتی که شما داستان سغدون شاه هم میبینید دخترش زرینه مثلا جنگ عوض با سغدون شاه در اونجا در باره دیوی سفید هست و یک چیزی هست که همش اساطیر سغدی ها هست. موسیقی
خشاس همه باید ما بگیم که مطیوی، همین مضمونی، همین خودی بگیم که داستانهای گرغولی یعنی نفری که در گرغ زاده شده است. نام قهرمانی اساسی داستان در میانی گویندگان ما، در میانی گرغولی سرای ما همچون گرغولی، یعنی گر اگر بگیم که آرامگاه باشد، غول یک نفری که از این جوسه در گرغ تولد شده است. وقتی که ما میگویم که پهلوان در گور تولد شد، ما این چیزی که امروز گرغولی سرای هم تاکید میکنن بعضی محققان، باید ما اینا از نگاه امروز به اون نتیم. این یک چی میگن یک مدل اسطوره‌ای است. در گور تولد شدن قهرمان خیلی قدیم است. هنوز در دوره میترائیز میترو در زیر زمین تولد شده است، در غار تولد شده است. گرغولی در چنبولی مستان زندگی میکرد، یعنی وطن اساسی چنبولی مستان بود و وقتی که کلان میشد و گویند که بابایه میرسد پادشاه همین ملک بود. گرغولی در ما یک پهلوان است که در گور تولد شده است و پادشاهی میکند. در ما یک اندازه به همون ابراز سنتی پادشاهان مثل کیکاووس است که بیشتر پهلوانی نمیکند. در تاجیکی گرغولی بیشتر شاه است و حکمران میکند. میگن در چنبلای یک نام نامی او هستای آواز خون بچای کریم خونه یا پادشاهی گفتا که خنون مایداد زیده شا سلطان آوردای گابری در بر در چنبلای امیر بگنر آواز کردای پیسر سراغ آمدم ادادر شاه مای بلامی در گپی مهمان اینار علی خان ای گپ نگو در حقی همین داستان های گرغولی در بین مردمان خلق های دیگر هم مشهور هستند، واریانت های گوناگون. اما علمان معین کردند که در همه دیگر داستان ها قهرمان گرغولی است، قهرمان اساسی یعنی داستان درباره گرغولی میرد. گرغولی تاجیکی یک خصلت دارد، قهرمان اساسی اینجا آواز است. آواز است بله. همین در تمام جو بسیار به اون شده که مثال قهرمان گرغولی من قهرمانی بود دوستان به نام گرغولی نه که قهرمان گفت شما که عوض است عوض است قهرمانی جنگ زورال مثال همین که مبارزه با دشمنان با دشمنان و با چیزای با جبرای چنبل نمادگی همه این کارنمای عوض است در سلسله دوستان های ما در مرکز عوض می ایستد نامش عوض است اما این تقریبا همون رسالتی که رستم در شاهنامه دارد در انوین حماسه های تاجیکی عوض دارد یعنی حمایتگری وطن است حمایتگری چنبولی مستان است عوض یک قهرمانی گویا از جانب خود خلق آفریده شده خاراکتری پرسنش های دیگر روایت ها و افسانه ها و دیگر حماسه ها نیز با میخورد هم خاراکتری روبین گود دارد هم خاراکتری حاتمی توی دارد و هم کمبغل پرور و هم البته قهرمانی که کشورش را یعنی چنبولی مستان را از تخت و تاز دشمنان بیرون حمایه میکند خلق ما همین ابرازی دائمی به سرزمین تاجیکان تخت و تازهای استیلاگران بیرون را در رمزی همین قهرمانی های عوض زندگی نامه عوض تجسم کرده است آمد فرامد رفیقان
علی حاکم ای بری دربار گرغلی در دستا پیشی بار یک سوال دارم ای رفیقان یا خواه دیدم در میدون هر که بیا و تبیری خوامون سی منظر میتون شم بگرانی خصوصیتی الامین گروغلی توجیک دران است دوستان از اول تا به آخر از جانب گوینده سرایده می شود توسط ساز موسیقی دوتار دومبرا دوتار میدان و دیگر خصوصیتش که طریق گلویی سرایده می شود یگانه در موسیقی عنعنوی توجیک یگانه ژانر موسیقی ادبی است که طریق گلویی سرایده می شود در این دوستان صدها اپیزودهای قهرمانهای قدیم صدها لحظه ها از حیات اجدادان ما ثبت شده است. مردم می دانند که گروغلی فقط شفاهان یعنی از دهان به دهان از سینه به سینه گذشته آمده است. طریق خطی ندارد یعنی تنها سرایندگان. حماسه گروغلی زیاد از 700 هزار بیت را در بر می گیرد. استادان بزرگ گروغلی همین بیت ها را از یاد می دانستند. با یک دوتار یک استاد همین دوستان رو می سراید. همین شما چخیل جور میکنید؟ جوری دوتار رو یک بار نشون دید؟ جوری من همین بسیار جوری بلند میتونم جور. با کوارتا؟ ها، با کوارتا. من همین بلند جور میتونم بسیار جور سخته. استادوی گروغلی با جوری کوارتا میخونن؟ نه همش نمیتون خوندن ای با این جور فقط حکمت رضا میخونن ما میخونن دیگر یکم اونو با جوری پستر پستر او پستر یعنی دوستان بلند جور میمیتون بلند جور نمیرسه او دو خود شو نمیرسه این با امر استاد میگو که باشا ما همین اول یکی در پیش نوروز جو محمد در سری خسور مشق کردم همین جوری مرا تو چندون بلند کرد انا گفت و همون شایدگی همین جوری بلند کدی بخونی میگفت تو وقتی حیاتی آوازت پس بلند نمیشه بگو یخی رفتن میگیره نکه پس خوندی بگو آواز نمیشه بگو دو تار هر تصور کنید که همگی دو تا تار دارن بسته پرده ندارن در اپوسی گرغولی این یگانه اسباب است یگانه اسبابی است که توسط همین گوینده ها یعنی فکرانی گوینده ها توسط همین پرده و بسته لحن های همین قطار آوازی همین داستان ها اجرا کرده می شود بعضی گوینده آواز بس دارند بعضی تمبر آوازشون تنر هست یعنی امکانیت همین آواز و امکانیت دوتار در آن هست که از چهار پنج پرده زیاد مثلا اگر گوییم که از نوت دو سر کنند آنها دو ری می فد در چهار پرده زیاد رفته می تونند و با بازگشت می کنند به پرده اصلی چون که امکانیت آوازی با همین طرز گلو فشرده امکانیت نمیده که با نوت‌های بلند روند شنوندگان و مردم تاجیک میدونند که داستان ها خیلی از جهت حجم کلان هستند بزرگ هستند و سالهای پیش این داستان ها در مدتش 8-10 ساعت شبانه روز بعضا یک شبانه روز اگر این داستان به انجام نمیرسید از جهتی گویم که هر کلام بود در شبانه روز دیگر میگذاشتن توقف میکردن یک اکتیار چون که وای خودش تنها ایجاد میکنه خودش مینوازد خودش میسراید هنری گروغلی سرایی رو کی از کی و چگونه یاد گرفتید؟ استاد هنری گروغلی سرایی رو من از سنی
16 سالگی 15 قدم 16 بودم دا من پیش روسیگم ما 6 سالگیم دیتور نواخته میتونستم همین سینی 16 سالگیم دا یک روز همین آهنگو همین گرگولی رو نواختم بعد گفتم یک همین یه حی بگم یکی چه خیلی میشته باشه حی یعنی چی؟ حی معنی که هم گرگولی را رنگ استاد حکمتی داری ما همین حی کشیم هم آی چامل گرگولی گاوز گفتم با حی کشیم که آوازم شید همین خیلی خودم در محقول شید در 16 سالگیت ها؟ آه باید جورا داشت اون پیشم داشته که فتکه همی گفتن ای با گو بخدو رنگ بابی حکمتی خوندی گو آوازت هم گرگولی خونشم انا همین جا بعد همین چیز استاد یک روز آمده مرا همین غیب فهمید بگی دیتا را گفت خیلی دیتا را گرفتم مشقی گرغولی تو با مشقی گرغولی کردم و گو بخونه که گرغولی بخون شرم کردم اول نگید نگید جنجال کرخه میترش حرمت میکردیم اون سفید استادا با هم یک چوربای دروبایی خوندم با همین آوازم با آهان گرغولی کتیم گرغولی تشکیم گو که پگه سحر گفت دیگه در شوگی دیمه که حفیدی گرغولی حفیدی را پرتو کده که گرغولی را میگیری هر یک استادی گرغولی خوند مکتب اجرا کنندگی خود را داشت مکتب تدریسی استاد شاگرد عمل میکرد این یک مکتب آدم و آدمگری مثلا اونها وقتی که در نزد استاد میخوندن 5 سال 6 سال تا 10 سال در خانه استاد میسودن همراه استاد زندگی میکردن در کار روزگار استاد یاردن میکردن هم استاد همراه خود اونها رو به سفر هنری بیم از یک دهه به دهه دیگه میبود این هم یک مکتب است یک مکتب بزرگ است که مثلا گیرم همراه استاد برآمد کرده در حالت های گوناگون استاد اشاره میکرد مثلا استاد حکمت رضا اشاره میکرد و یک اشاره از بیگزیف دوام داستان رو میسرایید استاد ما حکمت رضا استاد حکمت رضا نوروز جو محمد او شاگرد بسیار داشت مصطفی شاگرد مصطفی فیض الله میگن احسار وای بود بوری محمدی میگن ای کوبیش وای بود حلیم برهان میگن ای عزیز بود او بود شاگرد به حد بسیار مصطفی همه گونه سنت های رایج بودند که جوان ها شب ها نشسته در مسجد ها در علاوخانه ها در مهمان خانه ها نشسته مخصوص میکردند خب علاوخانه این یک جای جمعیتی مردمی دهات است در برابر مسجد در ده ها علاوخانه بود مخصوصا در همین وادی رشت در خراتگین زیاد بود است و این خاص شهرها نیست در ده های کوهستان بود علاوخانه که شب های زمستان برای خاطر که شب ها دراز بودند گلخان می افروختند گلخان می افروختند جای دودکش بود آنها آمده می نشستند هر شب مثل یک برنامه داشتند و حتما گروغلی سراها از ده های گوناگون مهمان می شدند در علاوخان ها شروع میکردند بعد از این نمازی خفتن تا نزدیک به صبح علاوخان ها یک مکان اجتماعی بود مکان جمعشوی مردم بود مکان فرهنگی بود سالهای 50 هم شاید باشد تا سال 60 هم فعال بودند در ناحیه های کوهستان کشور در منطقه کوهستان در مدت 6 ماه به آنجا یگان نفر زمستان رفتن نمیتواند از آنجا یگان کس برآمده نمیتواند و برای فراغت خود این مردم همین اپوس گرگولی را انتخاب کردند در یک دهه زیاده از 20 نفر گرگولی خوان بودند کلندر شید و نتوان دو در خانه دورنی مکاو دورنی ای بر حیکر دورم گشت گشت سفر امروز نسید شهری من خیمان هر یک دروازه میگردن آتوان شجلا میکشد آده را کرتا کرتا میخونه ای قرآن ملک و یایا و نورالی خان شوهر پنج پاچه را کرد
خدا همین هم بگم همین همون موکش که میاش در درمی اول اجاب بندی هاش در همین دردک ها گهیر میشه خدا یکم به حالت نمیگم آدم این فهمت تحصیلش میکنه آدم این فهمت چی این بچه هم پیشی برا میشه در یاشی من یک سود که مثلا میخوندم یک جوله به جوله آز پیری همه خیلی چند ساله همه؟ 87 اول همین ها رو دیر بعد زپیستم 87 ساله سکم نوار پیشو بچم
همی که میگرفتم دوش میکرم میکروفون رو میپرتفتم از پیشم میگفت دوش میکروفون رو چلو به میکروفون من بابام گلگلی خانی نامی بود کوچک شو لایی اما بینش علمی قبود خودم شوی بوز بلا بود با هم بیزر که بود لقبش لایی ایلو دو دیدم لایی این خودم دیست ایلوی ما اول دعا گرفتیم و پند ایرجب گرفتیم اینا من از سندی 16 سالگیم دکتر کردم و در وقت بچه ما اینا رای خود کردیم این رادیو تلویزیون نبود دو گوش در گلگاه من بگه یک انتری بند میخوند میرسیم تا جوگا میدرمدم از یک لبنان میگذروندم همون جو ایشیدگی جو میشید یکی تا جوگا در میگذروندم خودم خودم میگذروندم همون سر دیگه محکم میشتر میشت یکا انتیمین دکل میخورم همون بچه گیم در جو ایشیدگی شد است این بند گلگاهی سی تا میتری هست سی تا این رو کلتاک شاید همشه میدونم همه دل ده حواسی هر یک چیز جوشید کار میکنید همه خیلی حواس بود گرفتم نه ای خود کردم بچه هاتون هم یاد گرفتم الان دروغ دروغ میخونه او اوه اوه که میگه یاد گرفت قیل ایده بسته ای همه حکمت ایجاد در من قول شید با بردنش ست سالگی شد گویا که جشن گرفتم او وقت گلگلی خان بود یک هشت نوتا بودن همش مرده چیله بود و همین تا بوندانی چه با پشت روز نمی پویم رجب امان گفت خاتم اومد است من آل سلام نکرم با اوائی ندیده باش اومدگی های گفت چهار دهن اوائی خونه من گفت گوش کنم بس چهار دهن گریتم خونده و بعد خدا نکرد من دروغ نمیگم همین تا زد انا همین تا زد ای اتنگ ده کجا مرده بدی گفت من مرده بدم طوری نگشتم روی دنیا من 25 سال بودم شخصیات تای زمین ده کار کردم ناو برمدم زنده شدم ما مرده بدیم در تای زمین اگر گفت یک سال در من شاگردی میکرد رجب اما گفت این عمل هم خالی بود است گفت او ورز بی نگفت انا گل غری خوب گفت یکی رایان طلب کرد مکتب کشم درس دیم نمیکنم بودم رو مکتب کشم من آدم من جمع میکنم اسباب تبرمون کتاب و دفتر چی من گفتن میگرم یا اونجا نوشتن میگرم یک بندو بند که من نوشتم دادم اینجا با پند آدن میگیرو من دو تا را یاد بیتیو با دهن میگم شون من همه شوان گلگوری خواه حالی بغداد کلم همه کلی بابی لیل رواری هست حالی اگر نمارم تا سده میخونم و جوان ها اگر چه نفر من مقل های یکی همه رادیو تلویزیون اینا رای دست برو بر همه که تلوسه دارن نمیتونن نمیتونن گریتن من اول پیش من نمیتونن او این کسبی هست که سطح این حرمت میکنه آدم ها اینا نمیفهمن همین کسبی بابوگی ما عدس نروه این کسبا کسبای خوب بدن یکی هر شدن عدس رفت این بود قصه حجتی درباره وضع امروزه هنری والا و خیلی قدیمی حماسه سرایی در تاجیکستان.